حکومت محلی بلخ سرگرم توزیع کمک‌های خوراکی به خانواده‌های نیازمند در روزهای قرنطینه است و هم این عمل کرد سبب ناراحتی شماری از افراد دارای معلولیت شده است. اینجا برخی از افراد دارای معلولیت مقابل درب شورای ولایتی بلخ آمدند و مقام‌های محلی بلخ را به بی‌توجهی نسبت به این قشر متهم کرده خواستار مساعدت هستند. شمولیت شهروندان دارای معلولیت در کمک‌های دولتی که به منظور حالت کرونا در بلخ است، انتخاب یک شهروند دارای معلولیت که توانایی لازم داشته باشه، من رئیس مشاور امور محلی والی بلخ که فعلا کسی توانایی را نداره، و رد یک تعداد معلولین تحت عنوان معلول جنگی از کمیته تثبیت معلولیت اعتراض افراد دارای معلولیت به همراه داشت. فعلا همینجا چیزی معلولی که هست تابال 10 نفر از این نایه مستفید نشده، در حالی که در اینجا 3,500-4,000 معلول است که ثبت رجیستر شده خود ریاست. از اینجا ما جدول ها رو روان کردیم در ولایت که از طریق ریاست ما که برمی نیازمندا کمک شود، ولی هیچ کمکی صورت نگیرد. فعلا در یک حالت قرنطین که کل اگه در خانه باید ماشاید یا مکمل سال تمام باید پرداخته شود. امروز اگر فرق بین معلول است که از اردو سی معلول سابق است، خودش یک مشکل تمام است. معلولین سابق کل اگه در یک ماه 5,000 افغانی ماش دارند، شما خودتان بسنجید که تا 5,000 افغانی یک معلول چی کرده میتونه؟ او را ماوار نمیگیره، سالانه میگیره. با این حال آمار شهدا و معلولین بلخ از وعده حکومت برای تحت پوشش قرار دادن معلولین در کمک‌های دولتی سخن گفته، علت تأخیر در پرداخت امتیاز معلولین را چنین بیان میکند. در ارتباط معاشات دو مشکل وجود داره. یک مشکل کمبود بودجه است که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و امیدوار هستیم همین کمبود بودجه ما را در بررسی وسط سال مقام محترم وزارت مالیه در نظر بگیره، یک موضوع. و موضوع دیگه مطابق به طرز العملهای ما هر ورثه شهید و شهدا و معلولین باید اینا فرم تایید وجود ورثه طی مراحل بکنن از ارگانهای مربوط. به خاطر ازی که فعلا بر از اونا مشکل است، ازدحام زیاد میشه، ما 6 ماه معاش بدون طی مراحل قانونی، بدون طی مراحل فرم تایید وجود ورثه برشان استثناء قائل شده. افراد دارای معلولیت در حال از عدم مساعدت حکومت محلی بلخ به این قشر شکایت میکنند که بیشتر مقام‌های محلی این ولایت روند توزیع کمک‌های خوراکی را به 15,000 خانواده نیازمند آغاز کرده‌اند.